در حاشیه نیوز با جدیدترین های نظامی همراه باشید. ایران انحصار آمریکا در برگزاری رزمایش‌های بین‌المللی را شکست. روسیه و چین قول‌هایی که فقط با کشورهای مهم دنیا رزمایش برگزار می‌کنند. طی روزهای اخیر بار دیگر قدرت دریایی کشورمان مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان جهان قرار گرفته، چرا که ناوهای چینی و روسی در یکی از معدود برنامه‌های مشترک خود با یک کشور دیگر برای برگزاری اولین رزمایش مشترک با جمهوری اسلامی ایران وارد بندر چابهار شده اند و در کنار شناورهای نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران به انجام عملیات‌های مختلف اطلاعاتی و رزمی مشغول. البته طی روزهای اخیر درباره ویژگی‌های مهم این شناورهای چینی و روسی گزارشاتی منتشر شده، اما بحث دیگر در خصوص این رزمایش اهمیت ویژه حضور دو قدرت دریایی برای این تمرین مشترک با ایران است. به همین خاطر رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه را باید از چند جهت مورد توجه قرار داد. اهمیت همکاری و اجرای عملیات مشترک تمرینات نظامی با ایران آنقدر برای ناوگان روسی مهم بوده که پس از رزمایش چند روزه با هند راهی طولانی را طی کرده و مستقیما به ایران آمدند و از طرف دیگر ناوشکن چینی که تا خلیج عدن برای اسکورت شناورهای تجاری رفته بود حالا به ایران آمده است. باید توجه داشت رزمایش‌های دریایی به دلیل بحث فاکتور مهم مسافت بین کشورهایی که دور از یکدیگر هستند معمولا زیاد رخ نمی‌دهد، اما امروزه شاهد رزمایشی هستیم که نیروهای دو قدرت دریایی جهان در آن شرکت دارند. حدود یک ماه پیش دو کشور چین و روسیه با آفریقای جنوبی نیز یک رزمایش سه جانبه دریایی داشتند که در این رزمایش یک رزمناو روسی و یک ناو محافظ چینی به همراه شناورهای تدارکاتی همراه آنها در آن حضور پیدا کردند. اگر در اخبار چند سال اخیر کمی به جستجو بپردازیم متوجه می‌شویم که رزمایش‌هایی با حضور چند کشور و آن هم در این بعد فاصله امری است که بسیار کم رخ می‌دهد. در بحث دو کشور روسیه و چین اگر بخواهیم به صورت خاص صحبت کنیم، باید اشاره شود که رزمایش اخیر آنها با آفریقای جنوبی از جمله موارد بسیار معدود در این بحث به شمار می آید. فراموش نکنیم که منطقه دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا از جمله مهمترین گذرگاه‌های آبی در جهان به حساب می آید و از طرف دیگر آفریقای جنوبی به عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان در کنار روسیه و چین به عنوان یکی از بازیگران اثرگذار آینده معرفی می شود. این رزمایش اولین رزمایش مشترک سه کشور با همدیگر محسوب می شود. در این رزمایش از طرف چینی ها یک ناو محافظ تایپ 054 و از طرف روس یک فروند رزمناو کلاس اسلاوا حضور داشت. شناور روسی حاضر در این تمرین را شاید بتوان تا حدی قدیمی و از رد خارج حساب کرد، ولی ناو چینی حاضر در این تمرین در آفریقای جنوبی از جمله طراحی های جدید چین محسوب می شود که در حقیقت بخش مهمی از توان دریایی چین را به خود اختصاص می دهد. اما درباره حضور چین و روسیه در رزمایش مشترک با ایران نیز باید به این مسئله مهم اشاره کرد که چینی ها با یک ناوشکن تایپ 052D حضور پیدا کردند که از جمله سنگین ترین و در عین حال پیشرفته ترین ناوهای ساخت چین محسوب می شوند و در حقیقت تلاش اژدرهای زرد برای کپی ناوشکن های کلاس آلری بورک آمریکایی حساب می شوند. پیش از این پیشرفته ترین ناو چینی که به ایران سفر کرده بود از کلاس 052C و در حقیقت نسل قبلی این شناورها محسوب می شد. این ناوشکن که توسعه یافته بر مبنای کلاس تایپ 052C است، بدنه ای بزرگتر نسبت به این کلاس دارد و در طراحی آن تلاش شده در کنار افزایش اندازه ناوشکن با سطوح یک پارچه و دارای کمترین شکستگی سطح مقطع راداری آن کاهش پیدا کند. نام ژینینگ برگرفته از شهری تاریخی با همین نام و مرکز استان چینگهای در غرب چین است که بزرگترین شهر فلات تبت محسوب می شود. از سوی دیگر این کلاس از ناوشکن ها جزو جدیدترین شناورهای نیروی دریایی چین محسوب می شود، به طوری که ناوشکن ژینینگ در ژانویه سال 2017 میلادی به ناوگان شمال نیروی دریایی چین ملحق شد.
مشخصات عمومی کلاس تایپ 052 دی شامل بیشترین وزن 7500 تن، طول 161 متر، عرض 17 متر و آبخور 6 متر است. این نافشکن همچنین به دلیل برخورداری از آشیانه قابلیت حمل بالگرد را به صورت بلند مدت دارد. از جمله بالگردهایی که این نافشکن قابلیت حمل آنها را دارد، می توان به بالگرد هاربین Z9، بالگرد ضد زیر دریایی کاموف 28 و بالگرد کاموف 31 اشاره کرد. در بعد تسلیحات نیز نافشکن ژینینگ دارای 64 سلول پرتاب عمودی موشک است که از این تعداد 32 سلول در مقابل پل فرماندهی و 32 سلول دیگر در قسمت میانی نافشکن قرار دارد. از این 64 سلول برای پرتاب موشک های پدافندی HHQ9، موشک های کروز ضد کشتی YJ18 و موشک های ضد زیر دریایی CY5 استفاده می شود. توپ اصلی این نافشکن نیز یک توپ 130 میلیمتری چین است. همچنین ژینینگ از یک سامانه دفاع نقطه نزدیک با نام تایپ 730 چینی نیز برای مقابله با تهدیدات هوایی نزدیک برخوردار است. این نافشکن از نظر تجهیزات الکترونیکی و راداری نیز مجهز به رادار آرایه فازی و چند منظوره تایپ 346A است که از آن با نام چشم اژدها نیز یاد می شود. این نافشکن به جهت برخورداری از رادار تایپ 346A چهار وجهی است و در چهار طرف پل فرماندهی نصب شده است. شباهت زیادی به سامانه ایجیس نافشکنهای آمریکایی دارد. در رسانه‌های چینی به ایجیس چینی مشهور است. دیگر رادارهای این نافشکن شامل رادار جستجوگر هوایی و رادار جستجو و ردگیری اهداف سطحی تایپ 366، رادار جستجوگر هوایی تایپ 517H، رادار ناوبری تایپ 760 و رادار کنترل آتش تایپ 349A است. از طرف دیگر روسیه نیز با یک ناو تخصصی در بحث جنگ ضد زیر دریایی وارد این رزمایه شده که نسبت به رزمناوهای کلاس اسلواکی به آفریقای جنوبی رفت جدیدتر محسوب می شود. در دهه 1980 میلادی نیروی دریایی شوروی به دنبال نسل جدیدی از شناورهای ضد زیر دریایی جدید بود و طرح ناوهای نوستریاشیمی طرح برنده در این زمینه بود. قرار بود شوروی سابق 7 فروند از این ناوها را در اختیار بگیرد که البته در این بین به دلیل فروپاشی شوروی سابق در نهایت 2 فروند از این ناوها در نهایت آماده شدند که در حال حاضر هر دو ناوهای این کلاس در ناوگان دریایی بالتیک نیروی دریایی روسیه حضور دارند. یکی از ناوها نوستراشیمی و دیگری هم یاروسلاو موردی نام دارد. این ناو در سال 1991 میلادی به آب انداخته شد ولی تکمیل آن به دلیل مشخصات ناشی از فروپاشی شوروی شدیداً به تأخیر افتاده و در نهایت در سال 2009 میلادی وارد خدمت نیروی دریایی روسیه شده است. ناو روسی در حالت استاندارد 3800 تن و در حال بارگیری کامل 4400 تن وزن دارد. طول آن 129 متر و عرض آن نیز 15.6 متر است. کل سیستم پیشران این ناو روسی قدرتی در حدود 110 هزار اسب بخار را تولید می کند. سیستم پیشران این ناو بر اساس سیستم ترکیبی توربین گازی است که دارای 2 توربین و 1 میله انتقال نیرو به پره ها بوده و سرعت این ناو 56 کیلومتر بر ساعت و خدمه آن نیز 210 نفر است. این شناور روسی در بخش سیستم‌های راداری و سونار از سامانه‌هایی مثل رادار جستجوی هوایی سه‌بعدی مدل MR760، رادار جستجوی سطحی و هوایی مدل MR352 پوزیتیو، رادار کنترل آتش MR360 پادکت و همچنین سیستم سونار نصب شده در بنده با نام MGK345 برونزا و همچنین سیستم سونار با قابلیت غوطه‌وری و پایین رفتن در آب معروف به دم گاو را دارد. این سونار در فرکانس پایین فعالیت می کند. در بخش تسلیحات ناو یاروسلاو موردی به 8 تیر موشک کروز ضد کشتی سری خاصی و 5 مجهز شده که در 2 سری پرتابگر 4 تایی بر روی این ناو نصب شده است. این موشک کروز روسی در حدود 130 کیلومتر برد داشته و وزن سر جنگی آن نیز 145 کیلوگرم است. سرعت آن نیز در زمان حرکت به سوی هدف در حدود 9 دهم ماخ است. البته دیگر ناو این کلاس یعنی نوستراشیمی فاقد موشک‌های ضد کشتی است. این ناو همچنین به 32 سلول
پرتاب عمودی برای شلیک مدل دریایی سامان دفاع نزدیک هوای تور مجهز شده که برد آن در حدود 15 کیلومتر و ارتفاع درگیری آن نیز در حدود 6 الی 10 کیلومتر است. در این ناو یک توپ 100 میلیمتری در جلوی ناو نصب شده که مدل AK-100 نام دارد و همچنین دو سیستم ترکیبی توپ و موشک دفاع نزدیک کاشتان نیز بر روی این شناور نصب شده است. اما در بخش تسلیحات ضد زیردریایی شاهد یک چینش بسیار سنگین هستیم که شامل یک پرتابگر 12 تایی برای راکت‌های ضد زیردریایی آربیو 6000 با برد بین 4 تا 5 کیلومتر، 6 پرتابگر اژدر 533 میلیمتری و موشک‌های ضد زیردریایی سری RPK-7 است. در این ناو همچنین یک فروند بالگرد کاموف 27 نیز حضور دارد و آشیانه لازم برای آن نیز در نظر گرفته شده است.